خب درباره جنگ و صلح مدتی هست صحبت میکنیم، اما با هدایت خدا من درباره توکل به خدا میخوام امروز صحبت کنم. در تو توکل به خدا، همه ما این اطلاعات رو داریم، این آگاهی رو داریم که توکل به خدا یعنی چه. حتی در این رابطه چه داستانهایی رو و چه ضرب المثلهایی داریم. شاعری میگه جز توکل بر خدا سرمایه‌ای در کار نیست، هر که را باشد توکل کار او دشوار نیستش. و نویسنده اعلام میکنه اگر در سختی ها دست خدا را بگیرید، هیچ کس شما را دست کم نمیگیرد. بسیار مثال ها داریم در این رابطه و میدونیم که توکل از همون وکالت میاد، یعنی واگذاری کامل و سپردن کامل به خدا، که البته رایگان هم هست، بابتش قرار نیست پولی شما بدید و مثل وکلای زمینی نیستن، هرچند خدا رو شکر برای وکلای زمینی. ولی در گذشته با خدا ما معامله میکردیم، خدای این کار رو برای من بکن، منم این کار رو برات میکنم. ولی در مسیحیت این گونه نیستش، میگه نخوردم شکر کن، لازم نیستش که حتما بخوریم. پس اگر همه میدونیم توکل به خدا چیست، پس بهتره بپردازیم به این که توکل به خدا چی نیست. به چند تا نکته میخوام امروز بپردازم. برشور نداریم، اما یه آیه کلیدی هستش از مزمور 124 آیه 8. آیا همه داریم؟ اونا که ندارن تازه اومد گفتن دستشون بره بالا، سپاسگزارم که این رو داشته باشید. آیه 7 هست برای شما. پس توکل به خدا چی نیست؟ حقیقتاً باید بدونیم چه چیزی نیستش که مبادا سوء تفاهمی بشه برای ما نسبت به این امر مهم که در زندگیمون باعث امید و قوتی خواهد شد. پدری رو میکنه به پسر بچهش، میبینه که خوب نمیتونه این رابطه ریلیشنشیپ رو داشته باشه با دیگران، و وقتی یکی باش سلام علیک میکنی هم تو با میتونه نگاش میکنه، بهش میگه وقتی یکی با تو سلام علیک میکنه تو هم باش سلام علیک کن، تو هم اگه میگه حالت چطوره تو هم بهش بگو حالت چطوره، اگه میگه بابا چطوره تو هم بهش بگو بابا چطوره. و توی کوچه که داشته بازی میکرده، مرد خیلی مسن و پیری میرسه به اون و بهش میگه که پسر جون حالت چطوره؟ میگه خوبم. میگه پدر بزرگ چطوره؟ میگه خوبه. پدر بزرگ شما چطوره؟ حالا بگیرید که کجا. وقتی ما کاملا درک درستی نداریم نسبت به آنچه را که شنیدیم، نمیتونیم عملکرد درستی هم داشته باشیم. توکل به خدا چی نیست؟ توکل به خدا به تلاش و شرایط و امکانات من نیست نسبت به ثروتم، استعدادم، تواناییم، هنرم، هرچند میتونه خوب باشه، اما من روی اونها نمیتونم وقتی به خدا توکل میکنم روی اونها هم نیز حساب باز کنم. در کتاب مزمور 44 5 الی 7 اعلام میکنه به مدد تو دشمنان خود را خواهیم افکند و به نام تو مخالفان خیش را. اینجا میتونیم بگیم مشکلات، سختی ها، مخالفان خیش را پایمال خواهیم ساخت، زیرا که بر کمان خود توکل نخواهیم داشت، اون چیزایی که دارم، و شمشیرم مرا خلاصی نخواهد داد، بلکه تو ما را از دشمنانمان خلاصی خواهی داد. پس هرگز اینجا نویسنده با تجربه که داره عنوان نمی کنه که از قدرت و توانایی من تو استفاده کن. و متاسفانه گاهی هستش که ثروت و قدرت و مقام و محبوبیت ما باعث میشه که ما رفع مشکلاتمون رو نسبت به توکل به خدا یه تکیه گاهی هم داشته باشیم نسبت به این که ما میتونیم. برای ما یه چیزای دیگه هم هست که شاید اینها ما رو رهایی بده، همون گونه که همه میدونیم شاعری که میگه گر نگهدار من آن است که من میدانم، شیشه را در کنار یا بغل سنگ نگه می‌دارد. پس هرگز نمیتونیم حتی به دوستان ثروتمند خودمون، چقدر خوبه که متخصصین همیشه استفاده کنیم،
حتی نمیتونیم بگیم به بهترین پزشک، بهترین وکیل، من کاملا میتونم توکل کنم. در اول تیموتائوس 6:17 میخونیم که اعلام میکنه دولتمندان این جهان را امر فرما که بلند پروازی نکنند و به دولت ناپایدار امید ندارند، بلکه خدای زنده که همه چیز را دولتمند برای تمتع، یعنی برای بهرمند شدن، به ما عطا می کند. پس به هیچ وجه وقتی میریم در حضور خدا توکل می کنیم، ذهنت را نبر جای دیگه ای که می تونه جای دیگه هم کمکم میکنه. حتی بارها دیده شده عزیزانی که میان از ما می خوان یا از گروه دعا می خوان برای مریضاشون که توی ایران هستیم یا جای دیگه ای هستیم دعا کنیم. خب اونها مسلمان هستن، ما به اونها میگیم شما نیز به اونها بگید که کلیسا داره براتون دعا میکنه، به اونها بگید که در نام مسیح براتون داره دعا میشه. بعد میشتم این شفا گرفتن خدا رو شد، میگیم گفتید، میگن آخه میدونید رومون نشد. نه ولی خب اونها میگن آخه خیلی ها برای اونها سفره فلان انداختن، دعا کردن در نام دیگران. شفا تاریخ انقضا داره، رفع مشکلات تاریخ انقضا داره، ولی نجات ابدیه. چه بسا که این مشکل و این سختی وارد زندگی دوست تو شده، همکار تو شده، فامیل تو شده که دلیلی بشه که نجات پیدا کنه. همون گونه که خود من با مشکلات و سختی که داشتم مسیح رو ملاقات کردم، و هر کدوم ما نسبت به موقعیتی که داریم در اصل مشکلات و سختی ها دلیلی شد که مسیح محبتش رو به ما معرفی کنه. نکته دوم، توکل به خدا بی مسئولیتی و بی خیالی نیستش که بگم من دیگه توکل به خدا کردم پس من هیچ کاری ندارم. عیسی مسیح گفت بروید قوم ها را بشارت دهید. نمیتونم بگم خدای من توکل به تو کردم، حالا دیگه هر موقع کسی رو دیدم شد میگم. اگه کسی رو ندیدم من هرگز نمیرم تعلیم بگیرم تو کلیسا، تو گروه بشارت نمیرم، کاری ندارم. همین که به تو توکل کردم، خداوند خدمت هم توکل به تو، ما نداریم چه این چیزی، یعنی مسئولیت باش میاد. شما میدونید که اولین خواسته ای که خدا از انسان داشت این بود مسئول پذیر باشه، و بزرگترین آسیبی که انسان به زندگی خودش در طول تاریخ زد و حتی به کلیسای مسیح زد بی‌مسئولیتی او بود. برای همین هستش که می‌بینیم که 500 سال قبل کلیساهای سنتی با توجه به اینکه کلام خداوند رو به خوبی حفظ کردن، نگه داشتن، اما چون مسئول پذیر نبودن نتوانستن ارائه دهنده آنچه را که اراده خدا بود به عنوان نجات به دیگران بدن. بریم با هم دیگه دوم پادشاهان باب 18 از 1 الی 7 رو بخونیم. در رابطه با پادشاه اسرائیل داره صحبت میکنه، پادشاهی که وفادار بود. اکثر پادشاهان در اسرائیل متاسفانه مطابق کلام خدا و اون شریعت عمل نکردن، اما این پادشاه ایستاد و در آنچه که ایستاد حقیقتا درست عمل کرد. چراغ نمیخواد روشن بشه؟ خوبه؟ بله بفهم. لطفا روشن کنید. ممنون میشم. 18 از 1 الی 7. بله. و در سال سوم هوشع بن ایلا پادشاه اسرائیل، حزقیاه بن احاز پادشاه یهودا آغاز سلطنت نمود. او 25 ساله بود که پادشاه شد و 29 سال در اورشلیم سلطنت کرد. 29 سال توانست اون شرایط خیلی بد ایشون پادشاه باشه و یک موقعیت درست رو پیاده بکنه. این رو بدونیم عزیزان، مسئول پذیری فقط این نیستش که من بگم کار من اینه برفرض مثال بیام اینجا موعظه کنم. نوع زندگی من، رفتار من مسئولیت من رو میشون، یعنی فقط موعظه من نیست، زندگی من چگونه هست، موقعیت من چگونه هستش. پس میباید نسبت موقعیت زندگیم نیز این دقت رو داشته باشم. حتما اشتباه میکنیم، حتما گناه میکنیم، طبیعیه، اما باید حتما توبه کنیم،
حتما باید فروتن بشیم. اونجایی که نقطه ضعفمون هست رو در حضور خدا ببریم و به راستی نیز عمل کنیم. بله. و اسم مادرش ابی دختر زکریا بود و آنچه در نظر خداوند پسند بود موافق هرچه پدرش داوود کرده بود به عمل آورد. او مکانهای بلند را برداشت و تمائیل را شکست. مکانهای بلند چی بودن؟ میدونیم؟ مکانهای بلند بت‌ها بودن. شاید خیلی ناراحت بشن بگن بعد رسول تو صحبت از محبت کن، مسیح محبته، چه کار داری الله بته؟ چه کار داری؟ ولی باور کن این روش درست نیست. ما نمیتونیم اجازه بدیم مردم هلاک بشن. کسی که مسیح ایمان آورده باید بدونه الله بته، رب خداست. خیلی هم عربی رو دوست داری اشکال نداره، منم عربی رو خیلی دوست دارم. رب خداست نه الله. بریم تحقیق کنیم. یه خونه میخوایم بخریم، هفت ماه تحقیق میکنیم. غیر از اینه؟ میخوای یه میوه ای چیزی بخری، یه فروشگاهی میخوای بری، شاید نیم ساعت سر رو وقت میذاری کجا برم حالا چی کار بکنم، وقتی میری تو فروشگاه شاید یک ساعت تو فروشگاه هستی. برای خدامون که ابدیتمون ربط داره چرا باید چنین تعصبی داشته باشیم؟ میگیم نه ما هیچ تحقیق نمیکنیم. تحقیق کنید درباره یهوه هم، تحقیق کنید درباره مسیح هم، بازم تحقیق کنیم. چون بیشتر وقتی میشناسیم بیشتر عاشق تر میشیم، بیشتر میدونیم چگونه تو زندگیمون عمل کنیم. بله. و عشیره را قطع نمود و مار برنجین را که موسی ساخته بود خورد کرد. مار برنجین رو که میدونیم، مار برنجین موسی ساخت تا وقتی قوم اسرائیل متاسفانه به نااطاعتی از موسی رفتن و موسی رو اذیت میکردن، مرد خدا رو اذیت میکردن و گوش نمیکردن به موسی، به سرزمین رسیدن که پر از مار بود و مارها اونها رو میگزید و خداوند گفت یک ماری از فلز برنج درست کن و در برابر کسایی که گزیده شدن قرار بده تا اونها نمیرن. پس چیز بدی نبود، اما چون اون رو میپرستیدن این دلیلی شده بود که از چشمشون از خدا بردارن. حتی موسی زمانی که مرد خدا اجازه نداد جسدش باشه تا مردم مبادا مرده پرستی بکنن. اگر تا به امروز نمیدانستیم بالای سر امامزاده ها میریم و از مرده ها چیزی خواستیم اشکال نداره، از این به بعد نباید این کارو بکنیم. باید بدونیم اونجا مکانی نیست که به ما برکت بده. عزیزان بیخردی این گونه میاد. هنر نزد ایرانیان بست بود دیگه، تموم شد. خیلی وقت نیست. چرا بیخودی از خودمون تعریف میکنیم؟ خیلی وقت نیست. داریم دعا میکنیم که روح خدا بیاد، حکمت و خرد بر ایرانی ها قرار بگیره، دلسوزی حقیقی بیاد. ایرانی ها وقتی که میان توی سرزمین ها پناهنده سیاسی و اجتماعی و مذهبی میشن، هم وطن خودشونو فراموش نکنن، همسایه خودشونو فراموش نکنن. مگه غیر از این نیست که حکم اول این بود که تمام حکم کلام خدا هست، هر چقدر خودتو دوست داری خدا رو دوست داشته باش، هر چقدر خدا رو دوست داری همسایه‌تو دوست داشته باش. چگونه من میتونم به کشور ایران نگاه نکنم، فکر نکنم، احساس نداشته باشم؟ مگه میشه؟ بعیده یک کسی روح خدا، روح القدس درش هست، برای کشور خودش، برای مردم خودش اندیشه نکنه. غیر ممکن است که من اینقدر بی خیال و بی توجه بخوام باشم. بله. زیرا که بنی اسرائیل تا آن زمان برایش بخور می سوزانیدند و او آن را نهشتان نامید. قانون داشتن، 613 تا قانون بود، همه چیز بود، بازم می رفتن بت پرستی می کردن. گاهی عزیزان از ایران به من زنگ میزنن میگن ببخشید ما الان دو ماه به مسیح ایمان آوردیم، دیگه توی نمازمون صلوات نفرستیم. میگن شخصی بود هر دفعه میمد تو کلیسا، میمد به کشیش میگفتش که میشه برای من دعای توبه بخونی؟ کشیش آخر خسته شد گفت ببین 20 دفعه بیشتر من برای تو دعای توبه خوندم، میگه این دفعه به 5 تن قسم اگه بخونید دیگه من نمیام. حقیقتاً اگر ما به مسیح ایمان آوردیم، تولد تازه فقط در این نیست که من دیگه دروغ نمیگم، من دیگه مستی نمی کنم، بلکه باید تمام امور زندگیم، چون من تعلیم دهنده به بچه هم خواهم بود، به دوستان، به همسایم خواهم بود، رفتار من، فکر من. مبادا ما مسیحی های مسلمان داشته باشیم تو ایران یا مسلمانان مسیحی داشته باشیم. نمیتونیم این گونه فکر کنیم. نمیگم ما باید مسلمانان رو دوست داشته باشیم و من عاشق مسلمانان هستم. خدمت من
نماد بر این هست که من تمام مسلمان‌ها رو دوست دارم. به طور خاص مسلمان‌های ایران حقیقتاً پر از عشق و محبتن. تعلیماتی که دادن تعلیمات درستی بوده به خانواده، اما مذهب یه چیز دیگه ای بود که ما رو به اسارت کشید. ما باید از اون مذهب آزاد بشیم، چون ما لا مذهب هستیم و مسیح هم لا مذهب بود. ما مذهب کاری نداشت. بله، او بر یهوه خدای اسرائیل توکل نمود و بعد از او از جمیع پادشاهان یهودا کسی مثل او نبود و نه از آنانی که قبل از او بودند و به خداوند چسبیده از پیروی او انحراف نورزید و اوامری را که خداوند به موسی امر فرموده بود نگاه داشت و خداوند با او می بود و به هر طرفی که و خدا با او بود. توکلش به یهوه بود. شما اینجا اسم خدای دیگه که نشنیدید. توکلش به یهوه بود و خدا او رو همراهی کرد، خدا او رو کمک کرد. بله، و به هر طرفی که رومی نمود فیروز می شد و بر پادشاه آشور آسی شده او را خدمت ننمود. او فلسطینیان را تا غزه و حدودش و از برج‌های دیدبانان تا شهرهای حصاردار شکست داد. آمین آمین. می توانیم برای این قسمت کلام خداوند دست بزنیم. نکته سوم، توکل به خدا گفتار درمانی و وانمود کردن به این که من میخوام به شما امید بدم نیستش و ترقینه. امید به خود نیست که من تصور بکنم، من توکل به خدا دارم میکنم که به این وسیله فقط بتونم یه امیدی به دیگران بدم یا این امید رو به خودم بدم. در مزمور 13:3-6 میخونیم. من سعی کردم از آیات استفاده کنم تا متقاعد بشیم که این نکاتی که عنوان میشه با هوشیاری توکل به خدا بکنیم. اعلام میکنه: ای یهوه و خدای من نظر کرده و مرا مستجاب فرما، چشمانم را روشن کن. پس باید آگاه باشم چی میخوام. مبادا به خواب موت بخسبم. مبادا توی این توکل کردن به رویه دیگه، موقعیت دیگه قرار بگیرم که خواب روحانی منو بگیره. خواب روحانی میگیره ماها رو، میگیره وقتی دیگه نمیتونی کلام بخونی، وقتی دیگه احساس میکنی دعا نمیتونی بکنی، وقتی میبینی که کلیسا نمیتونی بری، وقتی میبینی از خدمتت خسته شدی، خدمت نمیتونی بکنی، وقتی میبینی شبانتو نمیتونی وفادار بهش باشی، رو نظم کلیسا نیستی، همه اینا هستش عزیزان. این رو میگم که بیدار باشیم. بله، مواظب باشیم. وقتی میبینیم که صبح بلند میشیم به جای اینکه اولین اخبار رو از مزامیر و کلام خداوند بگیریم، اخبار رو از دنیا داریم میگیریم. اجازه ندید لطفا. اول در حضور خدا باشیم. مبادا، اینجا میگن مبادا من بخسبم، مبادا دشمنانم گویند بر او غالب آمدم و مخالفانم از پریشانیم شادی نمایند، و اما من به رحمت تو توکل دارم. پس امید واهی نیست در اینجا. دل من در نجات تو شادی خواهد کرد، برای خدا من سرود خواهم خواند. یعنی پیشا پیش داره اعلام میکنه پیروزیشو، زیرا که به من احسان نموده ای. پس این گونه نیستش که ما یک سخنی بگیم، توکل به خدا میکنیم که فقط یک جمله ای رو گفته باشیم تموم بشه بره کارش. گاهی توکل به خدا متاسفانه تعریف های دیگه ای هم داره برای ما. توکل به خدا، وقتی به یه نفر میگه توکل به خدا کن، طرف میمیره تو مهمونی هستی و شما به جای اینکه بشینی جوک بگی، شادی کنی، بگی، بخندی، صحبت از دردها و رنجات میکنی و طرف چون دیگه خسته هست و نمیخواد اونجا اینجا بهش میگه خب والا بیخیال، توکل کن به خدا. یعنی بیخیال. ولی حتی این تعریفش نیستش که ما بخوایم از توکل خدا این گونه استفاده کنیم، چرا که معنی نوعی دیگه به خودش خواهد گرفت. پدری رو میکنه به پسرش، میگه شنیدم میخوای ازدواج کنی، زن بگیری؟ میگه آره. میگه ببین حواست باشه، اگه میخوای زن بگیری مثل خود ما هم، مثل فامیل خودمون. میگه یعنی چی؟ میگه از خودی بگی، از فامیل بگی. میگه یعنی چی کار کنم؟ میگه نگاه کن، دایی زن دایی تو گرفت، عمو زن عمو تو گرفت، تازه خود منم مامان تو گرفتم. توکل به خدا ما اینگونه نمیتونیم تعریف کنیم برای همدیگه که خودتو بسپار به خدا بدون اینکه هیچ نتیجه مطلوبی داشته باشه. نکته چهارم، توکل به خدا ریسک کردن و یا شیر و خط و شانس نیست. من توکل به خدا میکنم
چون خدا رو نمیشناسم کاملا، میگم حالا یه چیزی بگم، یه خدای من توکلم به تو هستش و فقط همین گونه میرم جلو. یعنی در کنار توکل به خدا هزار تا کار دیگه هم میکنم. زنگ میزنم به مادرم میگم فلانی سرکتاب خوب باز میکنه، بگو اونم یه سرکتاب باز کنه. خودم میرم سراغ فالگیره، با فالگیرم صحبت میکنم، ببینم فالگیره نسبت به اون چیزی که من میخوام چی میگه. یک مثال ایتالیایی میگه کسی که شانس را راهنمای خود بداند کور هست. پس اگر امروز ما به عنوان کسایی هستیم که ایماندار هستیم، میباید با چشمان روح القدس واضح ببینیم و این توکل به خدا داشته باشیم. در کتاب دوم سموئیل 22:2-4 میخونیم که داوود پادشاه میگه خداوند صخره من و قلعه من و رهاننده من است. با اقتدار سفت و محکم داره داوود صحبت میکنه. خدای صخره من که بر او توکل خواهم داشت، سپر من و شاخ نجات من، در اصل یعنی قدرت و مقام من هست، برج بلند و ملجای من، ای نجات دهنده من، مرا از ظلم خواهی رهانید. خداوند را که سزاوار کل حمد هست خواهم خواند، پس از دشمنان خود خلاصی خواهم یافت. چون میدونه کاملا به خود خدا داره توکل میکنه. توکلش به دو قسمت نیست، سه قسمت نیست، به امامزاده و سفره فلان و فال و فالگیری نیست، فقط به خود عیسی مسیح هستش، به خود یهوه است. سیمین بهبهانی میگه مرا هزار امید است و هر هزار تویی، فقط خودتی. 1,000,000 امیدم باشه، امید من فقط تو خواهی بود. توکل کردن پس به معنای این هم نیستش که من حتی بگم حالا به هر چیزی که باور داریم شما توکل کن. شنیدید که میگن به سنگ هم اگر باور داشته باشی یک اتفاقی برات میفته، ولی چنین چیزی نیست. اونجا سنگه میشه خدا، پس میشه بت. تو به سنگ ایمان داشته باش، هر چی بخوای میشه. چنین چیزی نیست. کلام خدا چنین تعلیمه. فقط توکل به خدای زنده هست، فقط توکل به یهوه هستش که کمک ما خواهد کرد. باز در مزمور 31:6 میخونیم، اعلام میکنه از آنان که اباطیل دروغ را پیروی میکنم، مثل فال و فالگیری رو، نفرت میکنم، و اما من بر خداوند توکل خواهم کرد. اگر توکل من کاملا به خداست، با آگاهی هست، این رو بدونید، حتما عمل خدا رو خواهید دید. اینا بدون، وقتی هم که توکلت به خدای خوب نیست، خدا داره عمل میکنه، اون بابای ماست، ولی ما نمیتونیم عمل خدا رو ببینیم. پس عجله میکنیم، بی احتیاطی میکنیم، گناه میکنیم، همون باعث میشه که برکتی که خدا برای ما مهیا کرده اون برکت رو نگیریم. باز شاعری اعلام میکنه زندگی ساز و دل است، تو نوازنده این سازی و بس، تو اگر شاد زنی شاد شوی. اگر من و شما به خوبی توکل به خدا بکنیم، مطمئن باشیم که آنچه را که مصلحت دلمون هست و رفع مشکلاتمون هست رو خواهیم دید. نکته پنجم، توکل به خدا یک بام و دو هوا و شک و تردید نیستش. همون گونه که می‌دونیم در نامه یعقوب 1 می‌خونیم که کسی که شک می‌کند به محبت و به وعده‌های خدا، تصور نکند که دعاش اجابت میشه. فکر نکنید اجابت خواهد شد، خدا میخواد، ولی وقتی من شک میکنم، یعنی این دستانی که باید به سمت برکت باشه کشیده میشه، دیگه دستای من به سمت برکت نیست، چون شک کردم. هرگز دستم رو دراز نخواهم کرد که اون رو دریافت کنم. حتما همه ما از این داستان آگاه هستیم، داستانی که فکر میکنم همه ما شنیدیم که میگن توی روستایی باران نمیومد، مردم رفتن که همه با هم متحد بشن در حضور خدا و داشتن دعا میکردن، یه بچه کوچیکی، پسر بچه‌ای با چترش اومده. گفتن چرا با چتر اومدی هوا به این گرمی؟ گفت مگه نمیخوای دعا کنیم بارون بیاد؟ چتر رو آوردن، موقع برگشتن چتر داشته باشم. این توکل به خداست، این ایمان زنده هستش که من کجا ایستادم برای گرفتن آنچه که میتونه درست باشه در زندگیم. در دوم تواریخ 13:18 میخونیم که اعلام میکنه پس بنی اسرائیل در آن وقت ذلیل شد و
بنی یهوه که هر دو این گروه ها نیز یهوه خداشون بود. مثل من و شما هممون اعلام میکنیم عیسی مسیح خداوندمون هست. پس بنی اسرائیل در آن وقت ذلیل شد و بنی یهوه چون که بر یهوه خدای پدران خود توکل نمودن قوی گردید. پس وقتی من توکل به خدا میکنم قویم میشم، قوت میگیرم، امید در من هست. هیچ موقع با این حالت نمیرم جلو، من توکل کردم به خدا حالا ببینم چی میشه. نه خیر، این گونه نیست. من ایمان دارم که خداوند کمک من خواهد کرد، من از این مشکلات رهایی خواهد داد. من توی این مشکلات و مسائل خدمتی 100% این ایمانو دارم. ریسکم نکردم، با ایمان از ایران اومدم بیرون. خداوندم ملاقات کردم، رویاها دیدم و با این رویاها اومدم تا امروزم ایستادم و خواهم ایستاد، چون چشیدم. وقتی چشیدم دیگه نمیتونم منکرش بشم و همه ما چشیدیم. فقط باید بیاد بیاریم چشیدنها رو، فراموش نکنیم، برای دوستانمون بگیم، برای خودت تعریف کن کارهایی که خداوند کرده، برای خودت تعریف کن. اون موقع میبینید صورت تو پر از اشک میشه کارهای خداوند، و اون موقع هستش که میتونی به راحتی به خدا توکل کنی. گاهی هم هست متاسفانه ترسا و نگرانی های ما، ناامیدی های ما مانع میشه که نوع توکل کردن ما به خدا ضعیف نشون داده بشه، و کلام خداوند ما رو تشویق میکنه که حتی اون ترسا و اون نگرانی هامون رو ببریم در حضور خدا تا مبادا آسیب ببینیم. یک مثال چینی میگه کسی که از رنج زندگی بترسد از ترس در رنج خواهد بود. وقتی من میترسم، وقتی نگران هستم، و نویسنده دیگه اعلام میکنه نگرانی مانند صندلی گهواره‌ای هست که شما را تکان میدهد، ولی با این همه جنبش شما را به جایی نمیرساند. فقط در فکر این نگرانیه. خب این رو بدیم تو دستای خداوند، اجازه بدیم که خدا اون نگرانی و اون ترسامون رو برداره و در حضور خدا در روح دعا کردن، این تراپی انجام میشه، این شفا انجام میشه. به گذشتت نگاه کن، بارها و بارها خدا دستای ما رو گرفته، ماها رو از خیلی از مشکلات عبور داده، از خیلی از مشکلات. نگاه کن حالا اونها مانند تابلوهای زیبایی هست که مسیح بهت داده. گردگیریش کن، فراموش نکن چیکار کرده، گردگیریش کن، شکر گذاری کن. خدا از این به بعدم میخواد رفع مشکلات تو رو بکنه، خدا از این به بعدم میخواد به تو کمک کنه، میخواد تو رو برکت بده. در مزمور 56 3 الی 4 میخونیم، اعلام میکنه هنگامی که ترسان شوم. پس طبیعتا همه ما میترسیم، همه ما نگران میشیم. اگه این نویسنده داره این رو میگه، من بر تو توکل خواهم کرد، در خدا کلام او را خواهم ستود. بر خدا توکل کرده نخواهم ترسید، انسان به من چه میتواند بکند؟ مشکلات و سختی ها چگونه میتونن به من آسیب برسونن؟ شاعری اعلام میکنه یک روز رسد غمی به اندازه یک کوه. داریم از این مشکلات؟ نمیم اگر الان دارید مطمئن باشید. اگر روش اینکه چگونه نباید توکل کنیم به خدا رو بریم جلو، غم ها امروز تو دستای مسیح قرار میگیره. یک روز رسد غمی به اندازه کوه، یک روز رسد نشاط اندازه دشت. افسانه زندگی چنین است گلم، در سایه کوه باید از دشت گذشت. اگر کاملا به او بسپاریم، خداوند هستش که تسلی دهنده اون مشکلات ما میشه. نکته ششم، توکل به خدا یک جمله امید دهنده و دلخوش کننده نیست برای ما که فقط بیاد دل ما رو خوش کنه و یک امید کاذب برای ما باشه، بلکه حقیقتاً قوت ما خواهد بود، برکت ما خواهد بود. گرمتونه؟ چند نفر باد میزنید؟ بله؟ لطفاً کولر رو بیشترش کنید اگر کسی سردش نیست. میگم میخواید چیز کنیم، تقسیم بندی کنیم، رأی بگیریم. اونا که گرمشونه دستا بره بالا، اونا که سردشونه دستاشون بره بالاتر. کولر رو بیشتر کردم. پسر بچه میاد پیش پدرش و میگه بابا امروز از طرف مدرسه قرار بریم پیکنیک، $100 پول احتیاج دارم. پدر نگاه میکنه میگه تو این وضعیت بد اقتصادی
$80 برای چی به تو بدم؟ بعد تو میخوایی با این $50 چه کار بکنی؟ پول منو با این $30 حروم میکنی. بیانی بگی برو. میگه بابا این که $10. میگه پول خورد نداشتم، $5 هم برای من بیار. توکل به خدا در حضور خدا این گونه نیست. آنچه را که خدا میخوای، کلام خدا میگه نسبت به آرزوی دل تو سبقت میجویم، یعنی من بهترین رو به تو خواهم داد. دوم تواریخ 14:11-13 میگه آسا که باز پادشاه اسرائیل هست میگه خدای خود را چنین نیایش کرد، ای خداوند برای تو یاری دادن به زورمندان، آدمای قوی. فکر نکنیم فقط گاهی هستش که ما اینقدر تو سختی هستیم میگیم نگاه کن این پولدارا وضعشون روز به روز بهتر میشه، ما که ضعیف هستیم وضعمون روز به روز بدتر میشه. آسا داره این میگه، میگه برای تو یاری دادن به زورمندان و ناتوانان یکسان است، ما را کمک کن ای خداوند خدای ما، زیرا ما به تو تکیه کرده ایم و به نام تو در برابر این گروه عظیم آمده ایم که دشمنانشون بودن. حالا ما مشکلات هستش، ای خداوند تو خدای ما هستی و نگذار هیچ انسانی بر تو چیره شود. واو، نمیگه بر ما چیره شود. برادرم شمعون اعلام کردم جنگ ما جنگ روحانیه و خدام داره برای ما میجنگه. خروج 14:14 میگه بذار خدا برات بجنگه، تو نجنگه. میگه مبادا بر تو چیره شوند خداوندا، چون خدا داره همه این کارا رو انجام میده بر اون. پس خداوند حبشی ها را در برابر آسا و یهودا شکست داد، رفع مشکلات ما خواهد کرد و حبشی ها نیز گریختند و رفتند. چقدر بیشتر ما امروز فرزندان خدا هستیم، ما امید روی زمین هستیم، ما فرزندان امید هستیم، ما خوانده شدیم به عنوان نور و نمک این مردم رو تسلی بدیم، شفا بدیم، آرومشون کنیم، برکتشون بدیم. اگر چهره های ما، اگر تون صدای ما، اگر پیام هایی که ما میدیم غم و اندوه باشه به خاطر وضع اقتصادیمون که حتما سخته، به خاطر موقعیت زندگیمون که حتما سخته، مطمئن باشید که این مردم از ما هیچ امیدی رو نمیگیرن. همه شما عزیزان میدونید که من به خاطر نوع مبارزی و خواندگی که دارم با اپوزیسیون مخالف نظام جمهوری اسلامی در تماس هستم و تا به امروز هیچ عزیزی نشده با من صحبت کنه و من براش دعا نکنم و اون پر از امید و شادی نشه و چیزی که در دلش قرار گرفته اونو دوباره به کار گرفته. اینا چیزایی نیست که ما بیایم علنا بگیم کی و کی و کی. بعضی از شماها میدونید، چون میدونم اونها دلهای خوبی دارن. اپوزیسیون مخالف نظام جمهوری اسلامی، اگر امروز من به دنبال پاداشی در آسمان هستم، خیلی هاشون پاداش هم نمیخوان، اما دلسوز این مردم هستن، از من جلوتر هستن. پس باید برای اونها دعا بکنیم. ما باید امید باشیم در روی زمین برای مردمانی که ناامید هستن، نگران هستن. شاعری نیز اعلام میکنه پزشکی که باشد به تن دردمند، ز بیمار چون باز دارد گزند. اگر من به عنوان یک پزشک خودم پر از ناله و درد و ناامیدی باشم، چگونه میتونم مردم که اطرافم میان اونها را خوبشون کنم؟ نکته هفتم، توکل به خدا به ریشه، بی ریشه و بی دلیل نیستش، یک هدفی رو داره، بی خودی نیستش که کلام خداوند به ما اعلام کرده تا به او توکل کنیم. یعنی با یک تجربه و شناخت درست از خداوند خواهد بود. حتما همه ما تجربه کردیم صبح که خواب بلند می شدیم، بیشتر در زمان خود ما جوونا می رفتیم توی خیابون، هر کیو می دیدیم می گفتیم سلام، مخلصی، چاکریم، نوکریم، چمن زیر پات هستیم، از این حرفا می زدیم. ولی اگر احیانا می اومد می گفت طرف میشه بیه سر این میز رو بگیریم، می گفتیم ما نوکرتیم. ولی یاد گرفته بودیم و همینا رو می گفتیم، مخلصم، نوکرم، چاکرم، ولی هیچ موقع توش قدرت و عمل نبود. توکل خدا اینجوری نیست، اینگونه نمیتونه باشه که ما رو تو این موقعیت قرار بده. باز مزمور 9:9-10 میگه خداوند قلعه بلند برای کوفته شدگان خواهد بود، قلعه بلند در زمانهای تنگی، و آنانی که نام تو را میشناسن، نام تو را میشناسن، یعنی بهت وقت میذارن. صبحگاهان چی دارن؟ رازگاهان دارن. شامگاهان حمام روحانی دارن، میرن در حضور خدا تخلیه بشن.
قلعه بلند در زمانهای تنگی و آنانی که نام تو را میشناسند بر تو توکل خواهند داشت، زیرا ای خداوند تو طالبان خود را هرگز ترک نکرده ای. هرگز خدا شما را ترک نمی کنه. شما که وفادار به کلیسای مسیح هستید، وفادار به مسیح هستید، این رو بدونید. همان گونه که به تو را خواست خادمین، عبرانیان 6:10، یه نفر بلند بخونه، خیلی اینو گفتم، یه نفر بلند بگه عبرانیان 6:10. خدا، مرسی، یه دست بزنید براش. خدا بی‌انصاف نیست که خادم خودش رو فراموش کنه. باور کنید من هنوز کلام نمیخوندم، نخونده بودم به اون صورت، اینو روح القدس با قلبم صحبت کرد و معلمم این رو برای من تعریف کرد. تازه شروع کرده بودم یه نیمچه بشارت میدادم توی ایران و خداوند این امیدو به من داد. پس هیچ نباید نگران باشیم و حتی متوکلان حقیقی خدا فقط در زمان مشکلات نزد خدا نمیرن، مدام در حضور خدا به او توکل میکنن. صبح که بلند میشن میگن روز ما مال توه خداوندا، به توکل تو داریم میخوایم این کارا رو انجام بدیم. در مزمور 62:8 میخونیم، میگه ای قوم همه وقت به او توکل کنید. نه تو کلیسا، نه زمان مشکلات و سختی ها، اون که مذهبیون این کارو انجام میدن. از بکرانی اومدیم که وقتی تو مشکلات میافتادیم میرفتیم با خدا کار داشتیم. نمازم که ببخشید من خودم میگم، با اینکه توی خانواده متعصب بودم نمیدونم چی میگیم. یکی از دوستان من که نماز بلد نبود، تو دوران سربازی وقتی ما داشتیم نماز میخوندیم، اومد کنار من، دیدم داره میخونه، گفت من تماشا گفتم خوب نماز بلدی؟ گفت نه. من بعد چی میگفتی؟ گفت میگم گفتم گفت مادر بزرگم اینجوری میگفت، منم اینجوری میگفتم. خب بلد نبود، نمیشناخت، گناهی هم نداشت، نمیدونه. ولی رابطه قلبی ما رو خدا میخواد با عشق انجام بدیم، خدا رو بشناسیم. چرا خدای نشناخته رو ما باید بپرستیم؟ آیا این بی حکمتانه نیست؟ برای همین بی برکتی میاد. میگه ای قوم همه وقت بر او توکل کنید و دلهای خود را به حضور وی بریزید، خالصانه، با فروتنی، با توبه، زیرا خدا ملجای ماست. آمین. شاعری میگه برای زنده ماندن دو خورشید لازم است، یکی در آسمان، یکی هم در قلبمون. باید داشته باشیم این امید رو، و این امید رو مسیح به توسط روح القدس به ما داده. نکته هشتم، توکل به خدا بی نتیجه و بی تأثیر نیستش. در مزمور 31:1 میخونیم ای خداوند بر تو توکل دارم، پس خجل نشوم، تا به ابد در عدالت خیش مرا نجات بده. تا ابد عدالت خودت، یعنی اون رابطه درست من با خدا. وقتی خواستیم از ایران بیایم بیرون و خدا با قلب من صحبت کرده بود بیایم بیرون، حقیقتا استرس و نگرانی و ترس بود، چون ما رو هم لو داده بودن توی فرودگاه و قرار بود من 3 تا فیلمم بیارم که آوردم از توی برای در تو کلیسا بود و شرایط یه شرایطی بود اگر ما رو میگرفتن، ببخشید اینو میگم، انگار یه کار احمقانه کرده بودیم. ما رو لو داده بودن، فیلمم بدون اینکه وزارت ارشاد مهر بزنه انجام داده بودیم. ولی باور کنید خدا با فیضش ما رو طوری از فرودگاه ایران رد کرد و طوری ما ساکن شدیم در اتریش با معجزه که وقت نیست بگم، و به طور معجزه به نوعی وارد این سرزمین شدیم که فقط معجزه است که حتی رئیس جمهور یک کشور به این راحتی نمیتونست بیاد، ولی خداوند ما رو عبور کرد. توکل به خدا این معنی رو داره که خودتو با تمام ترسا و با تمام نگرانی ها اعتماد داشته باشی و به او بسپاری و در این مسیر نیز شکرگزار باشی. مشکل و غم میاد، شکرگزار باش. بازم میگم ببخشید، عذر میخوام از خادمین این کلیسا، خیلی امروز درباره شما صحبت کردم. خادمین، این رو بدونید مشکلات و سختی ها رمز شکرگزاریه. اگر خادم خدا هستی، وارد کلیسا میشی، با یکی ایماندار صحبت میکنی، اگر شما نوع مشکلت رو طوری بگی که انگار هیچ امیدی نداری، اون چیزی نیست که خدا از تو انتظار داشته باشه. اتفاقا داری کاری رو میکنی که شیطان بهت آسیب بزنه. اعلام پیروزی کن، بگو من مطمئن هستم،
که خداوند مرا تنها نمیذاره، خدا با من هست. بله این مشکل هست برادر رسول، دعا کن. یه خواهشم دیگه اینه، مشکلاتتون رو بیارید در حضور خداوند، با یه خواهر برادر از کشیش گرفته شده، مشکلات تو دلت هم قرار نده، این اشتباس. یکی دو نفر رو برای خودت داشته باش که دعا کنید. در غیر این صورت ما میشیم از آدمای دنیوی رو ببخشید و تو کلیسا خیلی خوبیم، خدا دوستیم، بیرون که میریم رفع مشکلاتمون باید یه جورای دیگه حلش کنیم، مثل مردم دنیا. رفع مشکلت باید تو همین کلیسا تموم بشه. خادم این کلیسا هستی، اینجا میایی و من برای تو دعا میکنم، دیگران برای دعا میکنن، بگو خداوند نمیخوام با این مشکل برم. بیست سفت، یک بارم شده سفت محکم این گونه بیست و ببین وقتی از جا رفتی بیرون رفع مشکلت خواهد شد. دو سه سال پیش یه عزیزی لطف کرد اینجا کلامی رو آورد، گفت هر کسی همین الان بیاد اینجا دعاش اجابت میشه، همین الان بیاد اینجا. هیچ که نایمد، نمیدونم چرا هیچ کس نایمد، فهمندم هیچ کس نایمد. گفتم هر کسی الان تو دلش هست مسیح اینجاست، حضورش اینجاست، داره میخرامه، همین الان با مسیح صحبت کن، از اینجا که بری بیرون اون مشکل تو حل میکنه. شاید خیلی جالب نبود، چون اون اونجوری گفت من اینجوری گفتم، چون کسی نایمد، کسی که خدا با قلبش صحبت میکنه باید بشه. یه کلیسای دیگه بودم، یه عزیزی گفت همین الان خدا باره با من صحبت میکنه، یه نفر اینجا سرش درد میکنه بیاد اینجا، هیچ کس نایمد. مگه میشه؟ اگه شما تو زمان عهد عتیق بودی سنگسار میشدی، چون دروغ گفتی. اگه خدا با قلبت صحبت کرده باید نتیجه بده. چرا این گونه صحبت میکنیم، لوس میکنیم و مردمی که هنوز موندن به مسیح ایمان بیارن یا نیارن؟ خب ایمان نمیارن، میگن اینا خرافاتیه، چرت و پرت میگن. اگر خدا گفت شد، پس باید هوشیار باشیم که چگونه عمل کنیم. اما همون زمان وقتی از کلیسا رفتم بیرون، دیدم یه فردی داره گریه میکنه. باور کن زیادم این کلیسا نمیمد. گفتم چی شده؟ من رو بغل کرد، گفت من مشکلم رو گفتم، منو بیکار کرده بودن، من فقط برای مشکل کارم دعا کردم. رفتم بیرون دیدم تلفنم، نگاه کنید تلفنم زنگ زده، امروز روز یک شنبه است، اصلا نباید به من زنگ بزنن. کارفرما به من زنگ زده و من رو آورده، میگه بیا از دوشنبه میتونی بیای سر کارت. داشت زار زار گریه میکرد. کار خدا این گونه است، وقتی دلت میپذیره خیلی سخت نیست. ایمان به اندازه یک کوه، بله آن دانه خردل رو ببخشید کتاب مقدس هم باید کنم، به اندازه دانه خردل هست. قبول کن، بپذیر و مطمئن باش که خداوند میخواد تو رو برکت بده. در نامه افسسیان 5:20 میخونیم که اعلام میکنه به نام خداوند ما عیسی مسیح هر روز برای همه چیز سپاسگزار باش و از خدا نیز تشکر کن. نکته آخر کی گفت آخ جون؟ بعد این قسمت اولش دوباره شروع میشه. نکته نهم، توکل به خدا در مسیر نیت و افکار بد نیست. یعنی من به هیچ وجه نمیتونم برم در حضور خداوند و فقط اعلام کنم که خداوند من میخوام پدر فلانی که منو اذیت کردی دراری، پوستشو بکن. من نمیتونم توکل به خدا کنم برای نابودی چیزی. ما امروز توکل به خدا میکنیم که روحای شریر سقوط کنن. سرنگون باد نظام جمهوری اسلامی، یعنی سرنگون باد شیطان. آرزوی دل منی هست که خامنه اینقدر فروتن بشه، دولتمندان فروتن بشن که در نام عیسی مسیح زانوهاشون برای عیسی مسیح خم بشه و توبه کنن از دین دروغین و به مسیح ایمان بیارن. آرزوی همه ما این هست که این گونه عمل کنیم. پس هرگز هدف ما این نیستش با نیت بد ما توکل به خدا نمی کنیم، بلکه ایمان داریم که خداوند ما رو برکت خواهد داد. در نامه یعقوب 4:3 نیز میخوانیم که اعلام میکنه که میخوانیم که با نیت بد نمیتوانیم از خدا چیزی رو دریافت کنیم. و در امثال 20:22 اعلام میکنه مگو که از بدی انتقام خواهم کشید، بلکه بر خداوند توکل نما و تو را نجات خواهد داد. آمین. و این توکل باید باز ایمان به عیسی مسیح. میخوای دریافت کنی باید از مسیح بخوای. کسی به خاطر بحر گناهان ما رفت، چگونه است که من نمیتونم در حضور خدا برم؟ اگر بین من و خدا دیواری هست، چگونه انتظار دارم خدا صدای مرا بشنوه؟ عیسی مسیح روی صلیب وقتی که بود، میگه اون پرده‌ای که بین قدس الاقدس و نیز خانه خدا بود از وسط دونست شد،
تا هر انسانی به حضور خدا برسه. ما فقط به توسط مسیح میتوانیم به خدا توکل کنیم و میتونیم ازش دریافت کنیم آنچه را که درست هستش. در انجیل یوحنا 14:1 میخونیم، میگه دلهای شما مضطرب نشود. شما که الان مشکلات و سختی ها دارید، یا عزیزانی که دارید ما رو میبینید الان در شبکه و یا روی فیسبوک، میگه دلهای شما مضطرب نشود، به خدا توکل نماییم. آمین. به من نیز ایمان داشته باشید. و همون گونه که در اعمال رسولان 4:12 اعلام میکنه، انجیل یوحنا 14:13-14 اعلام میکنه، مسیح میگه در نام من بطلبید تا به شما داده خواهد شد. آمین. آیا همه اون آیه رو دارید؟ آیه کلیدی رو؟ کسی اگر این آیه کلیدی نه دستش بره بالا لطفا. روی تابلو میتونیم داشته باشیم یا نه؟ بله، سپاسگزارم. مرسی. بله بله بله. خب لحظه ای بیستیم لطفا. ممنون میشم. بیستیم با هم دیگه. میتونیم با هم اعلام کنیم این آیه رو با هم یک دل. اعانت ما یهوه است که آسمان و زمین را آفرید. آمین. و با ایمان به خدای زنده، با ایمان به خدایی که امروز میخواد کمکت کنه، کاملا به او توکل کن. شاعر میگه غمناکم و از کوی تو با غم نروم. پس با غم و اندوه نرو، با ترس و نگرانی نرو. جز شاد و امیدوار و خرم ندوم، از درگه همچو تو کریمی هرگز. نومید کسی نرفت و من هم نروم. آمین. لحظه سرهای خودمون رو خم کنیم. Thank you.